مسئولان اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، لوجستیکی، سرکسازی، تولیدی و تجارتی امارت اسلامی را به توجهی پرداخت بدیهیشان متهم کردند. مسئولان اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، سرکسازی، لوجستیکی، تولیدی و تجارتی در نشست خبری گفتند که حکومت امارت اسلامی میلیاردها افغانی از این شرکت‌ها بدیهی دارد، اما نه پول‌هایشان پرداخت می‌کنند و نه اجازه ادامه کار پروژه‌ها را می‌دهد. مسئولان اتحادیه‌های لوجستیکی و ساختمانی طی برنامه‌ای در کابل خواستار رفع مشکلات اقتصادیشان شده، میگویند که فرمان رهبری امارت اسلامی مبنی بر پرداخت 10% طلب‌های شرکت‌ها هنوز عملی نشده است. بالکل نه کوي د تاسو لپاره هغه څه نه وسوي ول چې یو حکمران په خپل ځان باندې واجب وګڼل چې دا حق د دوی مثلا حق ته په من باندې لس فیصد د مجموع د قراردادونو د پیسو نه تاسو ته په نظر کې ونیول سولې. میلیون ها و حتی میلیارد ها افغانی سرمایه سکتور در بانک های خصوصی منجمد و بدون استفاده باقی مانده، به میلیون ها دلار وسایط شرکت ها در هوای نامساعد در بیرون از دو سال به این طرف بدون سرنوشت در شرف و در حال از بین رفتن است. همچنان مسئولان این شرکت گفت که شرکت های ساختمانی و سرکسازی آماده خدمت به افغانستان، اما حکومت امارت اسلامی باید از آنها حمایت و با مشکلات آنان رسیدگی نماید. نن همه قدسی طول نلی من تیاب لاسوی طول نلی پا سیاسی و اقتصاد نظامی دگر که پات را غلی یواز یوال آرور پات دا سی دا غیور ملت دا غیور دولت دا خلق پا اقتصادی دگر که چملی قرارداد خلاص ده په وندې افغانستان په ملي بانک باندې دا غا کومه دا ملي بانک سي چال تر قومندې لاندې د په غو باندې دا غا د شورو په دوه خلکو باندې یو غا وو کې چې دا پیسې نور دي خلکو ته ورکړي. از سوی هم این تاجران میگویند که پس از تغییر نظام در کشور شرکت های ساختمانی و سرکسازی با مشکلات فراوانی از جمله وضع مالیات سنگین از سوی حکومت، محدودیت های بانکی و ده ها مشکل دیگر مواجه هستند که امارت اسلامی هیچ توجهی نسبت به آنها ندارد. و اخیراً به اساس فرمان عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله باید 10% از طلبات شرکت ها پرداخت می شد که متاسفانه تأمین کنون به هیچ یکی از این هدایات ترتیب اثر داده نشده است. به گفته مسئولان، صنعتکاران شرکت های ساختمانی و سرکسازی در 20 سال گذشته برای هزاران نفر زمینه کار را فراهم نموده و در بازسازی کشور سهم گسترده‌ای گرفته است و میلیون ها دلار را به خاطر بازسازی کشور مصرف نموده، اما با روی کار آمدن امارت اسلامی با محدودیت ها و مشکلات جدی مواجه شدند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.